از خدا خودش بطلبید. نگه من پول بده به من، ماشین بده به من، زن بده به من، فلان بده به من، مغازه بده. به خدا بگو به خودت به من بده. این بهترین دعاست. وقتی خدا میاد با کمال کمالش میاد، با هر 99 تا اسمش میاد، مال تو میشه. از خدا خدا رو بطلب. اگر خودشو به داد، دنیا و آخرت به داده، ماده و معنا به داده، علم و عمل به داده. در خاتمه یک حدیث میگم، اصلا سه تا حدیث میگم بدون شعر، فقط میخونم که چه احادیثی هست که ما ازش غافلیم. اولین حدیث، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. انسان ها، مردم مثل معدن ها هستند، چون معدن های طلا و نقره. بیام این معدن ها رو کشف بکنیم. هر کدوم از شما یک معدنه. وقتی یک معدن طلا کشف میشه، چقدر طلا ازش، چقدر سکه ازش، چقدر شمش ازش استخراج میکنن. هر کدوم از شما یک معدن هست، معدن طلا و نقره. عجب استعدادهایی تو شما هست، عجب شمشهای ارزشمند و گرانبهایی داخل شما هست، تو این کله شما هست. روانشناسا متوجه شدن، میگن هر انسان یک پروژه است، ولی قرآن میگه انسانهایی هستن که هر ثانیهشون یک پروژه است. انسانهایی هستن که هر ثانیه عمرشون یک پروژه تولید میکنن برای بشریت. کشور ما کم نداره، غرب ما تو مفقود کرد، خواب از اروپا گرفت. تفاوت دانشمندان ایرانی و دانشمندان غربی این که دانشمندان ایرانی در سن 30 سال تا 35 سال و 40 سال نوابق دنیا شدن و به کشفیات بزرگ دست پیدا کردن. سن دانشمندان هسته‌ای ایران، ایران عزیزمون، باور بکنید بین 30 تا 40 ساله. یعنی هنوز 40 سال دیگه وقت دارن که اینا هر چی در این کلشون هست گنجانده شده بریزن بیرون. دانشمندای غرب همه 70 سالشونش، 65 سال، 70 سال، 75 سال. اونا مردن دیگه چه هست؟ باید علم شنگ را بندازن. جوان 30 ساله مبتکر میشه، اونم تو اتم، تو مسائل هسته‌ای. پیامبر درباره ما گفته لو کان العلم منوتم به ثریا لتناوله رجال من فارس، رجال من فارس. اگر علم و دانش در ستاره پروین بود، مردانی از ایران زمین به اون دست پیدا میکردن. در خود آمریکا فقط بیش از 6000 متفکر ایرانی وجود داره. در خود آمریکا، بس فقط آمریکای تنها، بیش از 6000 متفکر ایرانی در مراکز حساس پژوهشی دارن کار میکنن. مراکز حساس علمی، تو دانشگاه ها، تو ناسا، تو مراکز تحقیقاتی، تو لابراتوارها، جاهای حساس غرب، فقط در آمریکا. این آمار من نمیدم، این آمار نماینده ایرانیان مقیم آمریکا در کنگره پژوهش مبتنی بر جامعه سراسری در اردبیل چه که از آمریکا دعوتش کرده بودن، اونجا آمار داد. گفت بهترین مهاجرینی که به غرب هجرت کردن و اروپا ایرانی ها هستن، باقی همه اوباش و اراذلن. ایرانی ها هم از نظر اقتصادی قویان در اونجا و هم از نظر علمی. فقط در آمریکا بیش از 30000 متفکر ایرانی. ببالید به خودتون. الناس معادن که معادن الذهب و الفضه. حدیث دوم، پیامبر فرمودن طوبا درختی در بهشت برای کسی که کلید خیر باشه و قفل شر باشه. کلید خیر باشی، در خیر رو باز بکنی به روی مردم، و قفل شر باشی، اگه در شر جایی میخوان باز بکنن قفل بزنی، تو قفلش باش، نذار باز بشه.
و در خیر رو اگر قفل زدن با پک برو قفل رو بشکن. و حدیث سوم، سوال کردن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بهترین مردم چه کسانی هستن و بهترین عمل چه عملی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود بهترین مردم احب الناس الی الله انفعهم للناس، محبوب ترین مردم نزد خدا مفید ترین مردم به خلق خدا هستند. هر کسی که نفعش و خیرش و فایدهش بیشتر از همه به خلق خدا میرسد اون مفید ترینه، اون بهترین نزد خداست. پیامبر معرفی میکنه، نگفت کسی که نماز خوب فقط میخونه برای شخص خودش، گفت انفعهم للناس، بهترین خلق خدا. پیامبر معرفی کرد، گفت مفیدترین برای خلق خدا کسی که قدم خیر برای خلق خدا برمیداره. و گفت بهترین عمل چه عملی است. باز پیامبر ارشاد فرمود سرور تدخله علی مسلم، یه خوشحالی که بر قلب مسلمانی وارد بکنی، یه دلی رو خوشحال بکنی، اشک رو پاک بکنی، لبخندی رو جاری بکنی، صورت غم دیده رو دوباره بشاش بکنی، ناامید شده رو نوازش بکنی، یتیم رو نوازش بکنی که احساس بیپدری و بیکسی نکنه. سرور تدخله علی مسلم، خوشحالی که بر دل مسلمانی وارد میکنی. جزاکم الله خیر از اینکه حوصله کردید، از همه شما تشکر میکنم. من دعای خیر میکنم که انشالله خداوند به این انجمن مبارک، انجمن محسنین جزیره قشم توفیق بده که انشالله از جوانو حمایت بکنه، اونایی که میخوان دانشگاه برن هزینه شون بده اگه ندارن، از دانش آموزای ضعیف، از دانش آموزای یتیم، از جوانویی که میخوان ازدواج بکنن. قبلا هم من گفتم در طول سال 4 بار انجمنها اعلام بکنن، بس نیست که حتما فقیر بیاد شرکت بکنه، انجمن اعلام بکنه در طول سال هر 3 ماه یک عروسی جمعی، هر 3 ماه 20 تا 30 تا 50 تا از کل جزیره، اصلا تو استادیوم از منطقه آزاد بگیرید اونجا برگزار بشه. تاریخ بدن در تاریخ فلان 3 ماه فلان تاریخ عروسی جمعی میخواد برگزار بشه، فقیر و تاجر با هم، هر کسی دوست داره بیاد ثبت نام بکنه، یک دفعه میبینی 50 تا داماد جمع میشه، هم شربت و شیرینی یه خرج، یه سخنرانی، گروه های سرود، بعد هم دست هم میفشاریم و به هم دیگه تبریک میگیم و هم دیگه رو به آغوش میکشیم و برای هم دیگه دعا میکنیم و میریم دنبال کارمون. همینجور حرارت داریم، انرژی داریم، ایمان داریم تا 3 ماه بعدی، دوباره 3 ماه بعدی دوباره اعلام اطلاعیه، دوباره 100 تا داماد دیگه بیان ثبت نام میکنن. وقتی دیدید که در سال 2300 تا عروسی شده سالم، یک جا خیر و برکتش هم زیاد، و تو همون جلسه برای هر کدوم یه تفسیر نور، یک کتاب ارزشمند هدیه بدید. ما همه عادت کردیم که هدایامون حتما 6 تا لیوان باشه، یه سرویس زب باشه، مگر نمیشه که به عروس و دامادا یک کتاب تفسیر هدیه بدید؟ شاید همین کتاب تفسیری که شب زفافشون بهشون هدیه دادید اصلا باز کردن بسم الله گفتن تفسیر سوره هم خوندن در شب زفافشون. این کار رو بکنید، به عروس و داماد تفسیر هدیه بدید، کتاب ارزشمند اخلاقی خوب هدیه بدید، شاید همون کتاب همون شب تحولی در زندگیش ایجاد کرد. جزاکم.